نصف بچگیمون به این گذاشت که تو گل شد یا رو تیر رد شد نصف دیگهش به این گذاشت که سوکیم یا سوک نیستیم نصف دیگهش به این گذاشت که خر چسید یا خر نچسید نصف دیگهش هم به این چسید که توف زده یا نزده نه 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 اصلا فکرتون اونجا نره این یه بازی بود که این عکسایی که حتی تو آدام سر می آوردیم عکسای فوتبال اینجوری با دست می زدن. روش برمیگش هر چند تا که برمیگشون یارو برده بود بعضیا تقلب میکنن توف میزدن به دستشون که این برگرده یعنی گیر کنه به دستشون برگرده نه اون توفیقی که شما فکر میکنین نه حالا ممکنه بگیم که اینکه که دو چهار تا نصف شد که یعنی خیلی بیشتر از دو تا زندگی دو تا نصف باید داشته باشه زندگی ما بچگی ما طولانی بود میفهمی طولانی بیشتر از دو تا نصف داشت حالا نسل جدید شاید ندونه معنی اینا چیه اینکه تو بعد تیر رد شد یعنی خب ما آجر میذاشتیم به جای تیر دروازه آجرم اینقدر ارتفاع داشت که خیلی اگه لاکچری بودیم دو تا آجر دیگه اینقدر میشه تیر دروازه یعنی بالاتر از اونو دیگه باید تشخیصش به عهده طرفین بود که تو از روی تیر رد شده یعنی خورده به تیر اوت حساب میشه یا گل حساب میشه تیر و افقی هم به قد دروازه‌بان رد داشت اگه یعنی اگه دروازه‌بان قد کوتاه بود دستشو بلند میکرد تا جایی که می‌رسیم می‌گفتیم دستش تا اینجا می‌رسه بالاتر از این اوت حساب میشه اگه در اون قد بلند بود تیر میرفت بالاتر <applause> خط 18 قدم خیلی بر مبنای اعتماد طرفین بود <تصفيق> <تصفيق> هر لمس توپی نگاه میکردن حدودی ببینن که فاصله دروازه چقدر فاصله داره ریش ریستفیدی میکردن دیگه آقا اینجا دیگه انصافا خود حساب کن خط جریمه این, این اونورتر میفته این دیگه هنده بعد یه باگی که داشتیم از دروازبان هند پنارد میگرفتن یعنی اگه بیرون محوط جریمه تو بود و دست میزد یه خیلی نزدیک جریمه بود اونو پنارتی میگیرد اگه توی محوط هست که دیگه هند حساب نمیشه اگه بیرون محوط هست که دیگه پنارتی حساب نمیشه چجوری اونو پنارتی میزدین بعد این سوک بودن معنیش چیه؟ سوک بودن مال تیله بازیه تیل بازی از یه حدی که فاصلهش از اون تیله های چیده شده تیله رو میچیدن بعد با یه تیله بهش میگن دستیل با این تیلا رو میزدن هر بیشتری از اون محوطه کشیده شده خارج کنه اونو برده بود با ضربه خارجش کنه از یه حدی یکی نزدیکتر بود فاصله که باید بزنن گفتن نه این دیگه نباید اینجوری بزنی این باید سوکه نه بالا اینجوری باید تیله رو وایس سرپا از بالا اینجوری بندازی بعد سر اینکه این الان این فاصله چقدر سوک هست یا سوک نیست دعواها میشد دیگه اندازه میگرفتن اینجوری اینا سوک نیست بگو به جان مادرم این سوک نیست بگو به خدا این سوکه بعد دیگه باز همه چی با ریش سفیدی حل میشد همه چی بر مبنای اعتماد بود خر چوسیدن یا نچوسیدن هیچ ربطی به محتویات میده و خر نداره این یه بازیایی بود که اه اول اینکه این که ای بازی هیچکونه برنده ای نداشت یعنی <applause> فقط تقسیم میشدن دو طرفه بازی طرفه تقسیم میشدن به بازنده و خونسا این هم سر سه تا سه تا بازی بود خردم پایی خر پلیس میخک حالا وصف اینکه که هر کدوم چه جوری کار میکرد بماند فقط این توضیح بودم که اون در واقع کسایی که برنده بودن هیچ امتیازی نداشتن امتیاز شماری هم نداشت که بگی فلان تیم برنده شد فقط اونا یه مدتی سوار بر این مدت سوار بر اون خرا میمون سوار بر اون گروه دیگه میموندن تمام امتیازشون همین بود یعنی خودشون لذتی نمیبردن همین که اونا رنج میبردن اون گروه خر اگه رنج میبرد برای ما کافی بود <تصفيق> <تصفيق> اون میشد لذت ما بعد اگه خر تو هر کدوم از این سه بازی تهم تا به تحمل نمی آورد و تحت زیر وزن افراد برنده که در واقع برنده نبودن و خونزا بودن خالی نمیکرد و اون بالا وایستاده بودن تحت تصدیر وزن اون اگه می افتادن پایین نمیتونستن تحمل کنن میگونن خرد چوسید اصطلاح بسیار بسیار زیرکانه و زیبایی بود که برای اینکه تحقیر نشه خرد که نگر نقا تابط هم بله ورده میگونن خرد چوسید برای حفظ آبروی خودش آها تو تیله بازی رو یادم رفت بگم یه ضربه بود به اسم فندقی یعنی یارو تیلر اینجوری میگیره میذاره اینجاش اینجای انگشتش بعد با این دو انگشت دیگه تیلر نگم با این دست انگشت نگم تق اینجوری تیلر رو پرت میکرد بعد بعضیا این فندقی رو بهتر از اینجوری مینداخته یعنی دقیقتر مینداخته چی میتونی آخر این این از این دقیق باشه ولی بعضی اونجوری میشدن میگه عادت کرده بودن اینجوری میزدن میگه من فندقی باید بزنم حالا اگه شما نسل جدید هستین بریم به باباتون بگین که بابا تو تو تیلوازی بازی معمولی واردتر بودی یا فندقی واردتر بودی ببین اگه ها باید اینجوری نگاه نکرد که تو اینا رو کجا یاد گرفتی بعد بیاین از من تعریف کنیم بگیم من از اینجا یاد گرفتم و تو تیله بازی یه مدل بازی بود به اسم ماتی یه چاله تو زمین خاکی میکنن تیله رو اول باید میداختن تو اون چاله و حالا تحت قوانین تیله اون یکی رو میزدی فاصله بیشتر میشد یاد دقیقا چجور بود فقط ما خیلی محدود بود لوازم و امکانات محدود بود بر اساس اونها باید خود اون بازی اخترامی کردیم دیگه مثلا یه تیله داشتیم یه توپ داشتیم بقیهش دیگه لوازم ساختمانی و لوازم طبیعی که اونجا ریخته بود با همونا بود استفاده می‌کردن بازی تو بود بازی بود به اسم دولک که این فقط با دو قطعه چوب انجام میشد و یه چوب کوچیک‌تر رو زمین بود و این چوب بزرگی می‌زدن اون چوب, چوب کوچیک‌تر و رو گوشش که اون بیاد بالا بعد که اومد بالا ضربش می‌زدن حالا یه قوانین داشت هر کی مثلا چند تا ضربه می‌زد مال هر کی بیشتر بود اختلاف این دوتا رو اونی که باخته بود باید به با اونی که برده بود کولی میداد. این دیگه برنده حداقل این بازنده و برنده داشت البته خب این اون غرور برنده شدن حداقل توش وجود داشت برخلاف خر پلیس و اینا که هیچکونه برنده ای نداشت تو خب فقط یارو جایزش این بود که همون خر نمیشه این یکی باز حداقل میگه من بردم دیگه حالا بیا سوارت شم سوار جایزش همین هم بود که همون که اون خره و رنج میکشه و گولی داره میده کافی بود برنده خیلی ما اه... کرامت انسانی برای مهم بود در کودکی یعنی از رنج دیگران لذت می برد. یه بازی دیگه بود به اسم کمربن بازی این کمربن بازی نمونه رعفت و مهربانی کودکان زمان ما بود یه خطی با گچ می کشیدن رو زمین یه عده گلوار می رفتن وسط اون دایره که خط کشیدن وای می ستادن. یه عده بیرون دایره وای میسادن تیم اون یکی تیم بیرون دایره وای میسادن و با کمربند قارپ قارپ اینا که دایره وای بودن میزدن این کل بازی همین بود <applause> اونایی که داخل بودن هی میمادن میچپیدن وسط دایره هی هی مثلا از اون یه ذره نزدیک میزدن به اونایی که بیرون دایره بودن سعی میکنن کمربند رو برسونن به اون وسط دایره که اینا رو بزنن لط پار کنن خیلی بازی شیرین و صلح جویانه ای بود بعد این یه تبسره ای داشت یعنی یه مرحله ای داشت که مثلا بچه های بزرگتر و شجاعتر بازی میکرد به اسم سگک آزاد این سگک آزاد یعنی چی؟ یعنی اینکه این, این کمربند رو از اون ورش میگرفتن این سری که سگک داشت با اون سری که سگک داشت با اون آهنه میزدن تیم مقابلو خیلی بازی های مهربانانه و روفانه ای بود بعد الان میگن بازی کامپیوتری نکنید خشونت به بچه ها یاد میده با این بچه بازی سربوریدن این چیزا که باز ما خیالی نیست بازی های دیگه هم بود مثل قلعه بالا بلندی و اینا مثل خاصیتش بود قلعه و بالا بلندی تقریبا شبیه هم بود فقط یکیشون یه محوطه یه تایم میکردن که اونجا اون کسی که فرار دو دسته میشدن یه دسته فرار میکردن یه دسته دنبال اونا که فرار میکردن میدویدن تا بگیرنشون تو قله یه محوطه تعیین میکردن میگفتن داخل اینجا محوطه امن بالا بلندی هر جا که سطح زمین بالاتر بود محوطه امن حساب میشد بعد باز این بازی هم هیچ هدفی نداشت یعنی اونایی که فرار میکردن برنده شدنی نداشتن فقط گرگ نمی شدن دیگه مثلا از این از این بالا بلندی از روی این پله بودو بوده یهو میرفت رو اون پله تو اون فرصت که بودو بوده داشت میرفت رو اون یکی این گرگ میتونست اون بگیره اونو گرگ کنه یا قله هم قله البته تیمی بود ایناگه همه اونا همه این تیمی ای که دنبال میکنه اون تیمی که فرار میکنه رو همه رو میگرفتن جاشون عوض میشد اونا فرار میکردن اینا دنبال میکردن حالا زمین میگم بازی که ما میگم کم در بازی هم بود برنده و بازنده داشته باشه همه بازنده و خونسا بود یعنی <تص> تمرینی بود برای بزرگ شدن در چنین جامعه ای که خیلی 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 زرنگ باشی زنده میمونی و اگر نمیمیری خوشبخت شدن نداریم کلا برنده شدن نداریم کلا یه معدود بازی هایی هم بود که برنده بازنده رو تعریف میکرد دروغ چرا مثل لیله مثلا که دیگه به آخرش میرسید ولی خب بازی های دخترانه بود ما پسار ایزر آقلتر بودیم کلا به رنج و مهنت و بدبختی تمایل داشتیم این رنج و مهنت و بدبختی رو از کجا به ارث برده بودیم از این کارتونهایی که بهمون نشون میدادن یاد گرفته بودیم این کارتونهای زمان ما رو هم اینجا میتونید ببینید